آغاز سال نو رو به شما عزیزانم تبریک میگم، بهتون سلام میکنم، درود میفرستم و سال نیک و سرشار از نیکبختی رو برای همگان ایرانیان و جهانیان آرزو میکنم. در این دمدمای پایانی سال، مجلس طرح تحقیق و تفحص از شهرداری رو رد کرد، یعنی اینکه یه عده لایحه‌ای داده بودن مبنی بر اینکه ما بریم ببینیم در شهرداری چه میگذره و نمایندگان مجلس در نهایت رأی منفی به این تحقیق و تفحص دادن. میشد پیش بینی کرد یک چنین چیزی رو، اگرچه حتی تحقیق و تفحصی هم انجام میشد به خروجی او و به سلامت این خروجی زیاد نمیشد اعتماد کرد. آقا قراره که یک سرداری به اسم قالیباف بر سر شهرداری تهران باشه، با هر آمد و شدی، با هر ضایعاتی قراره که ایشون باشه، مثل خیلی از سرداران سپاه که در فلانجا هستن برای اینکه باشن و راه رو برای دیگران باز بکنن. رهبر باید باشه با هر خسارتی که داره، مثلا فلان آخوند در فلان موقعیت باید باشه با هر خسارت. به ریخت شیخ مصطفی پور محمدی نگاه کنید، این یک قاتله، ولی او باید بر سر دستگاه دادگستری باشه. حالا در مورد قالیباف و اینکه تحقیق و تفحص از شهرداری تحت امر او در مجلس رد میشه، چند تا پس و پشت داره که من علاقمندم در مورد او با شما صحبت کنم. چرا این طرح رد میشه؟ دلیل اولش حتما اشاره رهبره، حتما اشاره رهبره، وگرنه در شأن مجلسه که واکاوی بکنه و از چند و چون هر دستگاه و وزارتخانه ای سر در بیاره. این وظیفه مجلسه. اصلا تحقیق و تفحص در مجلس نیاز به لایحه و تصویب نداره، وظیفه مجلسی که بلند شه بره از وزارتخونه ها، اصلا دستگاه های بازرسی و بازپرسی داره مجلس، وارسی داره، واکاوی داره، جستجو و کنکاشگری داره. اینکه حالا این طرح میاد توی مجلس مطرح میشه که آقا ما بریم از شهرداری کنکاش بکنیم، جستجو بکنیم یا نکنیم، این رد میشه. علتش این هستش که شهرداری یک مافیاست، هر جا یک پول قلمبی هست اونجا مافیا اونجا حضور دارن. مثلا در فوتبال، مثلا در دارو، مثلا در زمینخاری، و حتما ردی از سپاه اونجا هست. الان شما نگاه کنید، سرداری مثل قالیباف در شهرداری است که راه رو برای سپاه باز بکنه. بعد اون وقت من و دوستانم به عنوان کنشگران مدنی، به عنوان افرادی که حالا یه چراقوه کمسوی میتابانیم به این نقطه ها، در مزان اتهامیم. آرش صادقی به خاطر افشای املاک بالا کشیده شده میره زندان، ولی اون آقایون بالا کشیده و کسانی که دستور دادن برای بالا کشیدن در امن و امانن. این نشون میده که سر فرو بردن به اندرون مافیا با فاجعه همراهی، میزنن میکشن. علت این که میرحسین موسوی به یک چنین سرانجامی دچار شد، علتش دقیقا فقط این بود که او یک نامحرم بود و بعد تو دم و دستگاه رهبری و سپاه دزدی های گنده و آدم کشی های گنده بود و اینا نگران بودن که سر فرو بردن این نامحرم به اندرونی و به اختفای اینها با فاجعه همراه باشه. اینا بیش از اینها هم آمادگی داشتن برای زدن و کشتن، برای اینکه از اسرارشون کسی سر در نیاره. مثلا همین امروز بنده اصرار میخوام بکنم آقا در ستاد فرمان امام که در تیول رهبریست چه میگذره، چه گردش مالی در این مجموعه هست، چه پولهای آمد و شد میشه، اصلا چه املاکی مصادره شده اونجا هست، با چه عقبه‌ای و با چه فرایند قضایی، و اینکه الان پولهای نقد اونجا به اشاره رهبر کجاها میره. اینها جزو خط قرمز هاست.
من به عنوان یک کنشگر الان در مزان اتهام و تحت فشارم و ممکنه فردا بزنن ترتیب ما رو بدن، فقط به خاطر اینکه دزدان اصلا مایل نیستن که به اختفای اونها سر فرو برده بشه. دزدان شهرداری دزدانی هن که رسما به بیت رهبری وصلن، رسما به سپاه وصلن. الان براتون میگم چرا. شما نگاه کنید، از تهران برید به سمت کرج، کمی که از تهران دور میشید در میانه راه به انبوهی از برج‌های سر به فلک کشیده سپاه برمیخورید در اطراف بزرگراه همت، که اینا مال سپاهه و با مجوز آقای قالیباف اینا ساخته شده و اینا مثل یک دژ جلوی رفت و آمد هوا رو به تهران گرفتن. واقعا میگم این شورای شهر اینجا ها باید خودش نشون میداد. اینی که میگم دست تک تک اینها در این جنایت ها آشکاره، از این منظره که شما نگاه کنید الان وقتی سفر میکنید در به اصطلاح شهرها و شهرستانهای ایران، یه جایی بر میخورید میبینید که در اطراف یک زمین ردیفی از درختان بلند کاشته شده، از درختان تبریزی، از درختان گز، از درختان چنار. اینا رو اصطلاحاً کشاورزا بهش میگن بادشکن، یعنی یه مجموعه درخت میکارن تا اون زمین در امان باد باشه. در مناطقی که بادهای تند هست میان درخت میکارن، اسم این درخت ها رو هم میذارن بادشکن، یعنی این درخت ها جلوی باد رو میگیرن و ایجاد امنیت میکنن برای کشت و کار اون کشاورز. حالا چجوریه که این برج های بلند نمیتونن نقش اون درخت ها رو داشته باشن که باد به این سمت نیاد؟ حتما همینجوره، حتما همینجوره. و اصلا این که این همه برج در دو طرف بزرگراه همت توسط سپاه ساخته میشه، این نیاز به یک شهردار موم و رام داره که در شهرداری باشه و راه رو برای آقایون باز بکنه. حالا بنده وقتی به عنوان یک کنشگر مدنی و حقوق بشری وقتی انگوش میگذارم بر یک چنین مفاسدی، دزدان برمی آشوبند، دزدان برمی آشوبند و اینا آدم میکشند، زمینخوارها آدم میکشند و کسانی که احساس بکنن مزاحمشونه از سر راه برمی دارن. الان این که نمایندگان مجلس به طرح تحقیق و تفحص در شهرداری تهران رأی منفی میدن که نباید تحقیق و تفحص بشه، چند تا علت داره. یک، اشاره رهبر آقا نه، این باید از مدار تحقیق و تفحص بره بیرون. دو، اخم سپاه به نماینده ها. یادم یه 20-25 نفر از نماینده های مجلس دوره قبل خواستن که با من یه دیداری داشته باشن. من رفتم توی یک آپارتمانی، اونا هم اومدن، یه حدود 20-25 نفر می شدن که این آقای علی مطهری هم جزو اونها بود. اونجا یکی از نماینده ها این رو به من می گفت، می گفتش که آقای نوریزاد، اگر فردا یک لایحه ای از سپاه و یک لایحه ای از مثلا اطلاعات می خواد بیاد تو صحن علنی مجلس مطرح بشه، روز قبلش سپاه، نماینده سپاه، نماینده اطلاعات میان از تک تک ما نماینده ها امضای موافقشون رو میگیرن، امضای دلخواهشون رو میگیرن که آقا نکنه فردا برید تو صحن علنی مجلس رأی دیگه ای بدید. حالا اینکه یه دفعه نماینده های مجلس به این ترک یک ضرورت حتمی است رأی منفی میدن، برمیگرده به همین که آقا سپاه رفته قبلش، آقا این طرح با رأی منفی شما همراه خواهد بود، نباید تحقیق و تفحص بشه. یکی اینه، یکی دزدانی که در شهرداری خانه کردن، مافیایی که در شهرداری خانه کردن، اینا لابیگری میکنن، دم نماینده ها رو میبینن و پول میدن، رشوه میدن و رأی آقا رو میخرن. حالا ما مواجهیم با یک چنین جانورانی که در مجلس خانه کردن و قرار هست سیانت بکنن از حق مردم. اینو بارها گفتم، تا بر سر این کشور
آخوندان هستند، رهبری هست که مطلقا پاسخگو نیست و به شدت تمامی قدرت رو در بلوکه خودش میخواد، و سردارانی هستند که اصلا قانون ریشخندشونه، تمسخرشونه، طنزشونه، و نمایندگان ترسیده و بزدل و بدبخت که به پوزشون به چربی سفره آغشته است. ما راه به جایی نمیبریم، منتها ما هم بلدیم چی کار بکنیم. ما اونها رو مفتزه میکنیم در سطح جهان و در داخل، مفتزهشون میکنیم، هوشون میکنیم، ما همشون رو هو میکنیم، آبروشون رو میبریم و با انگشت نشون میدیم که شما دزدید، شما آدم کشید، شما قانون رو دستمال سر و صورت خودتون کردید، دستمالی کردید که به کفش خودتون میکشید، و ما هم بلدیم چی کار بکنیم. ما شما رو هو میکنیم، مثل اون پادشاه برهنهی که همه ترسیده بودن و یا گمان بر این میبردن که او لباس فاخری بر تن داره، ولی ما با انگشت نشون میدیم که شما برهنهید، شما مفتزهید. خب سال خوبی براتون آرزو میکنم.